شاید به این فکر کرده باشی که اگر هسته زمین یه روزی سرد بشه دنیا چه شکلی میشه؟ ممکنه براتون عجیب باشه، اما این سوال واقعا جالبه. تو این ویدیو میخوایم با هم بررسی کنیم که اگر هسته زمین سرد بشه و از حالت مذاب به جامد تبدیل بشه چه تغییراتی ممکنه اتفاق بیفته و زندگی روی زمین به چه شکلی در میاد. من رامتین هستم و اینجا کانال داستان‌های جهان هست، جایی که از رازهای جهان از باستان تا الان رو میشنوید. هسته زمین، اون قسمت دور از دسترس و داغ زمین، به طور کلی از دو لایه تشکیل شده: هسته داخلی و هسته خارجی. هسته داخلی که مثل یک توپ آهنی جامد توی مرکز زمین قرار داره، دمایی بالاتر از 5000 درجه سانتیگراد داره. در عوض هسته خارجی که دور هسته داخلی رو گرفته، از آهن مذاب تشکیل شده و دماش کمی پایین تره. این گرما از واکنش های رادیواکتیو و فشار لایه های بالایی میاد. حالا اگر این هسته سرد بشه و به حالت جامد در بیاد چه اتفاقی میفته؟ الان زمین به خاطر هسته داغ و میدان مغناطیسی که داره، اتمسفر نسبتاً ضخیمی داره که ما رو از تابش‌های مضر خورشید محافظت می‌کنه و شرایط مناسبی برای زندگی فراهم میاره. اما اگر هسته زمین سرد بشه، فعالیت‌های آتشفشانی و زلزله‌ها متوقف میشن و اتمسفر به تدریج نازک میشه. این وضعیت میتونه زمین رو شبیه مریخ کنه. مریخ به خاطر نبود فعالیت‌های آتشفشانی و زلزله‌ای اتمسفر بسیار نازکی داره و شرایط زندگی حتی اگر اکسیژن داخلش باشه خیلی سخته. یکی از چیزهایی که به خاطر سرد شدن هسته زمین ممکنه از بین بره، میدان مغناطیسی زمینیه. این میدان مثل یه آهنربا عمل میکنه و خیلی مهمه، چون ما رو از ذرات مضر خورشیدی محافظت میکنه. بدون این میدان، ذرات مضر میتونن به سطح زمین برسن و به موجودات زنده آسیب بزنن. همچنین بدون میدان مغناطیسی، اتمسفر زمین به مرور زمان از بین میره و فشار جوی کاهش پیدا میکنه که این میتونه تأثیرات جدی روی اقلیم و زندگی ما داشته باشه. هسته داغ زمین باعث حرکات صفحات تکتونیکی میشه و این حرکت ها به وقوع زلزله ها و فوران های آتش فشانی منجر میشن. وقتی هسته سرد بشه و به حالت جامد تبدیل بشه، این فعالیت ها هم متوقف میشن. ممکنه به نظر برسه که این خبر خوبیه، به خصوص برای کسایی که تو مناطق زلزله خیز آتش فشانی زندگی میکنن. ولی باید دونست که فوران های آتش فشانی نقش مهمی در حاصل خیز کردن خاک ها و تولید گازهای قابل تنفس دارن. بدون این فعالیت ها، تأمین مواد غذایی و حفظ تعادل اکوسیستم ها خیلی سخت میشه. سرد شدن هسته زمین میتونه تأثیرات زیادی بر روی زندگی روزمره و محیط زیست داشته باشه. بدون فعالیت های آتش فشانی و تغییرات جوی، خاک ها دچار فرسایش میشن و تأمین مواد غذایی برای زندگی انسان ها سخت تر میشه. همچنین کاهش میدان مغناطیسی و از بین رفتن اتمسفر میتونه به افزایش تابش‌های مضر خورشید و تأثیرات منفی روی موجودات زنده منجر بشه. این موضوع میتونه باعث تغییرات عمده در شرایط اقلیمی و به خطر افتادن سلامت انسان‌ها و دیگر موجودات زنده بشه. تحقیقات نشون میده که خنک شدن هسته زمین خیلی آهسته انجام میشه.
دلیلش اینه که یه لایه سنگی ضخیم بین هسته داغ و سطح خنک زمین وجود داره که به حفظ گرما کمک میکنه و مانع از خنک شدن سریع هسته میشه. این لایه سنگی مثل یک کاپشن عمل میکنه که گرما رو حفظ کنه. همچنین امواج شوک زلزله که از زمین عبور میکنن اطلاعات زیادی درباره ساختار داخلی زمین به ما میدن. این امواج نشون میدن که هسته داخلی زمین، جامد و هسته خارجی همچنان مذاب است. بعضی از دانشمندان معتقدند که خنک شدن هسته زمین میتونه تأثیرات منفی و جدی بر روی زندگی روی زمین داشته باشه. از طرف دیگه نظریات جدیدی وجود دارن که میگن تغییرات اقلیمی و ژئوفیزیکی ناشی از سرد شدن هسته زمین ممکنه به شرایط جدید و احتمالی برای زندگی در آینده منجر بشه. این نظریات هنوز به بررسی‌های بیشتری نیاز دارن و میتونن به ما کمک کنن تا روندهای تغییرات اقلیمی و ژئوفیزیکی رو بهتر بفهمیم. سرد شدن هسته زمین میتونه به تغییرات خیلی جدی و خطرناک در زندگی روی زمین منجر بشه. از ناپدید شدن میدان مغناطیسی و اتمسفر گرفته تا پایان فعالیت‌های آتشفشانی و زلزله‌ها، این تغییرات میتونن به تغییرات عمده‌ای در محیط زیست و شرایط زندگی ما منجر بشن. خوشبختانه این تغییرات تا میلیاردها سال دیگه رخ نمیدن. اما آشنایی با این موضوع میتونه به ما کمک کنه تا بهتر بفهمیم که سیارمون چطور کار میکنه و چرا باید در نگهداری و محافظت ازش جدی باشیم. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً با لایک کردن و گذاشتن نظر خودتون به ما انرژی بدید. فراموش نکنید که هر دو کانال داستان‌های جهان رو سابسکرایب کنید تا هر روز با رازها و شگفتی‌ها و داستان‌های جدید که جای گفته نمیشه آشنا بشید.